همکاران رانندگی در تلاش هم در سایی در این نقره ها بازگذاری بشه و مردم بکنن سمر جناب سهولت انجام بدن. برای ما توصیه میکنیم هموطنان عزیز شرایط مناسبی داره این سفر کردن نیست، مخصوصا استانهایی که بارش برق و باران داریم فعلا سفر نکنن، سفر رو به تعویق بندازن تا خودداری بودن. و اگر هم میرن در مرافع فرقای برقی حتما زنجیر چرخ رو داشته باشن، درست از میکنن؟ بله، هم داشتن زنجیر چرخ در واقع یکی از تجهیزات انتظامی که باید همراه داشته باشن، و اگر همراه نداشته باشن در محور استانی همکاران ما اجازه تردد نمیدن و برگردن به خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ مهدی، معاون عملیات پلیس راه راهبر ناجاس و عضو مجلس. ممنون. اما سازمان هواشناسی برای چند روز آینده کاهش شدید دما پیش بینی کرده. هشدار یخبندان هم برای برخی مناطق غرب و شمال غرب کشور صادر شده. به پیش بینی سازمان هواشناسی روند کاهش دمای هوا تا آخر هفته ادامه داره و از چهارشنبه هم سامانه جدیدی وارد کشور میشه. از در واقع ببخشید پیش بینی شده که دمای هوا در برخی مناطق به منهای 20 درجه سانتیگراد برسه. خانم دوگرزی کارشناس سازمان هواشناسی، امروز دوشنبه در استانهای ساحلی خطر اردبیل، آذربایجان شرقی، تبریز، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، قزوین، البرز، تهران، خراسان جنوب، سیستان، بلوچستان، هرمزگان، جزایر واقع در تنگه هرمز و جنوب کرمان. بارش‌های برف و باران و بارش شدید موقتی رو دارند که بارش‌ها در مناطق جنوبی کشور بلند بودن هستش. ضمن اینکه خب مرکوز سه‌شنبه فردا استانهای مثل فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، سیستان، بلوچستان، لرستان، چهارمحال و خیرپورکنو، باید احمدشهر، خوزستان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان تزدوی و خراسان جنوبی و همینطور برای قزوین، البرز، تهران، فنلان، همدان و مرکزی بارش رو داریم. برای دو روز آینده اتفاقی به مناطق کشور موبرش و نیمه شرقی کشور و همینطور برای فردا در دامنههای جنوبی البرز مرکزی وزش باقی به نسبت شدید رو داریم. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم تقریبا تا روزهای پایانی هفته برای بیشتر مناطق کشورمون به طور مخصوصی هوا بارشی هست و سردتر خواهد شد. وام مسکن دیوید مینیون تومانی با بازپرداخت 20 ساله در طرح نهضت ملی مسکن به روستاییان پرداخت می شود. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میگوید 60,000 واحد مسکونی روستایی ساخته شده و احداث 140,000 واحد مسکونی دیگر تا پایان امسال آغاز می شود. آقای نیکزا مصدق کنید که وام مسکن روستایی 20 میلیون تومان به صورت سفته زنجیره‌ای 3 نفره مشروط 5% باز پرداخت 20 ساله، یعنی به سوم میشه تقریبا ماهی 1,400,000 تومان. الان که ما روستاها مرتبا تردد داریم، مردم منتظر عنایت بانک مرکزی هستن که به بانکهای عامل ابلاغ بکنه تا به طوری بتونن از این تخصیصات 20 میلیون تومان استفاده کنن برای ساخت مسکن روستایی. برنامه‌مون این هست که 30,000 تای شهرهای زیر 100,000 نفر که حدود